بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدای خوب خداوند بخشاینده مهربان آقایون خانم ها دخترها پسرها سلام به روی ما همه شما چهارشنبه شب سردتون به خیر باشه الهی که دل هممون گرم باشه از خدا همینو میخوایم چرا دل هممون گرم باشه به زندگی به زن و بچه به پدر به مادر به خانوادهمون توی هفته ای که در خدمتتون بودیم در مورد یک موضوع خیلی مهم حرف زدیم یعنی بازی های رایانه ای افراد مختلفی هم اومدن توی برنامه به عنوان مهمان صحبت کردن که هر کدوم های مختلفی داشتن توصیه کردن یه گفتن خوبه یه گفتن بده و امشب شب آخریه که داریم در مورد موضوع بازی های کامپیوتری یا بازی های ویدیویی حرف میزنیم که مهمان امشبمون استاد علی اکبر رائفی پور هستند که معرف حضور خیلی از شما دوستان بزرگوارم سلام علی رائفی پور عزیز شبتون بخیر خیلی, خیلی خوش آمدین. سلام علیکم عرض ادب احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز در خدمتتون هستم متشکرم از شما ما یه چند شبی در مورد بازی های رایانه‌ای حرف زدیم اما خیلی دوست دارم از شما بریم خیلی عقب یعنی پایه‌ای حرف بزنیم که اصلا علت به وجود اومدن بازی های رایانه‌ای بازی کامپیوتری چی بود به هر حال قطعاً یه نیازی احساس شده یه جایی یک ساعتی که بازی کامپیوتری اختراع شد. نه؟ بله خب خدمتون عرض بکنم که نیاز انسان به شاد بودن، به خوش بودن، به تفریح کردن یک نیاز واضحه، نه. نیاز به بله. گفتن من نیستش. همینو میدونن و بشر از همون ابتدا دوستش با ابتدایی ترین وسایلی که دور بر خودشه بازی کنه تفریح کنه بازی کنه احسن با پنج تا سنگ بردار یه قلقل بازی کنه نمیدونم با استخون گوسفندی گاوی یه چیز درست کنه بازی بکنه با هر چیزی که بتونه شاد باشه خب این چون واقعا و این خیلی هم خوبه این اصلا مذموم نیست ما تو قرآن داریم که ان الله لا یحب الفرحین این به معنی که خدا علکی خوشا رو دوست نداره نه که خدا شادی رو دوست نداره نه اصلا مبنای دین بر ارائه شادی و حس رضایته خب منتها به مرور زمان وقتی این ابزار کنار ما پیچیده تر میشن طبعا می طلبه که با اینها هم باید تو بازی صورت بگیره پس یکیش اصلا یک سیره و یک تطوره امه. الزامی نداره ما مثلا نقش دشمن رو خیلی آشکار بخوایم ببینیم داره. بازی ها متناسب به فراخور و مختزیات زمانه ببینید مثلا فرض بکنید یه موقعی تو یک جامعه که دامدار بودن و گوسفندار بودن و گله دار بودن اون بازی ها بازی هایی که از این بچه یه مردی بسازه که خوب بتونه از اون گلش دفاع بکنه بکن. بازی هایی که چوب دستش بگیره بازی هایی که سنگ دستش بگیره خب هدفدار هدف حتی ورزش ها هم همین طوره. شما فکر میکنیم مثلا تو ورزش های باستانی ما وقتی نیاز طرف خوب کمان بکشه برای اینکه توی جنگ خوب کمان داره خوبی باشه توی ورزش هم کب باده میاد باز. زمانی که لازم سپر دستش بگیره تو ورزشش در میاره لازم گرز دستش بگیره هم گرد شاید بیاد، آره مثلا آره، چی میگن این دنبل میگن چی میگن آره دنبل بله بل، ميل، میل بل، میل بله میل باستانی آره ببینید یعنی حتی امروز که توی زندگی شهری ما با موانع زیادی توی راه رفتن مواجهیم یک گردش مثل پارکور توی فرانسه ساخته میشه بله یعنی نیاز آدم رو واقعا میکشونه به این سمت که واقعا این بازی‌ها رو طراحی بکنه طبعا با پیشرفت تکنولوژی و اومدن کامپیوترها و حتی مثلا ماشین حساب ها حتی بعضی ما ماشین حساب ها بازی میکردن با حروف انگلیسی کلمه می نوشتند سرتاش میکردن چیزی میشد ببین دنبال یه جذابیت طرف خب وقتی اینها چون شرایطی دارن و میتونن شرایطو سیمیلیت کنن شبیه سازی بکنن میل به اینها افزایش پیدا کرد و یه سری واقعا من مبنا رو روی خطر نمیدونم یعنی میگم مثلا طلبیده این فضا اینو اما واقعا ایده اومدن از این فضا خب مثل هر جایی که یه سری استفاده میکنن ادعای اومدن سوء استفاده کردن و دو مال منافع مالی پولی و اقتصادی خودشون هستن از این اصل اختراعی چه مشکلی نداشته به بوده نیاز بشر همینقدر بده که ما بگیم هفت بده مثلا حالا ولی خب خیلی دنیا علاقه من شدن دیگه یعنی شدیدا رفتن سمتش و الان که اصلا زندگی خیلی ها شده بازی های شما یعنی خونه هفت هف ا... بازی کنید نه <applause> اما تو، اما توی خونه میتونید تو هواپیما میتونید توی ماشین میتونید توی رخت خواب دراز کشیدید میتونید بازی به با انجام بدید با گوشیتون <applause> یعنی یک سری شرایط داره سری ویژگی هایی داره که میطلبه که مثلا انسان تو حالت های مختلف هم حتی دسترسی آسون به این خب آره. خیلی مهمه شاید قبلا یه پی سی بزرگ و شما باید میگذاشتید جلوتون نمیتونستید که <applause> توی ماشین بازی بکنید بله اما الان اون بازی های پی سی اومده توی تبلت ها و گوشی ها خب میتونید کار انجام بدید خب <applause> ما همین علت علاقه مندی به علاق من بله. بازی یکی واقعا س... راحت شده. شده یه بخش روانشناسی هم داره اونم عرض میکنم خدمتتون ببینید اصولا رسانه من تو دانشگاه مدیریت رسانه تدریس میکنم خب اه. یعنی زریفی این نکته بسیار ظریفی در مورد رسانه وجود داره ببین رسانه یه چیزی که خیلی ساده و میخوام مردمی صحبت بکنم هر یه, یه موقع از این رسانه بله. یه کاغزه یه موقع داد زدن یه نفره قدیم ها مثلا یه نفر سخنرانی می‌کرد هزار سال پیش یه نفر 500 متر جلوتر وای میساده باز حرف اینو تکرار میکرده که اون طرف اون وری ها هم بشنون یا سعی میکردن توی دره سخنرانی کنن صدا صدا بپیچه مساجد جو طراحی میکردن که بله بله اونس... کنار ستون ها مثل اکو عمل میکرد بش... به این شکل بعد آقا تلگراف اختراع شد بعد رادیو اختراع شد بعد تلویزیون آمد هر تکنولوژی رفت بله. بله ما الان صدای مظفرالدین شاه رو ضبط شده رو شد داریم یعنی چی یعنی هم ماندگاری رو بیشتر کرد این نوع از رسانه یعنی ما الان نمیدونیم مثلا فلان خطبه که امیرالمومنین خونده بود صوتشو نداریم 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 آره. اما حالا واقعا قابل قیاس هم نیست مظفرالدین شاه و امیرالمومنین اما حالا مثاله اما صدا مظفرالدین شاه رو صفحه گرامافون ضبط شده داریم خب هم ماندگاری میشه هم وسعت مخاطب ببینید شما مثلا یه بازی خیلی مثلا معروف فوتبال حالا اسم اسمش دو 2 میلیارد نفر نگاه کنن یکونی میلیارد نفر نگاه کنن خب یعنی وسعت این کلاسیکو رو دارید میگید بله. اشکال نداره نه, نه خب من فردا باز یه چیزی نشه بگن آقا تعریف کردی نه،, نه خب ببینم خدمتتون عرض کنم که این ویژگی ها پس ذات رسان هست یه نکته ظریف اینجا وجود داره که هر چقدر ما توی یه برنامه رسانه‌ای و یه ابزار رسانه‌ای شریک بشیم با تولید کننده یعنی من مخاطب تو تولید شریک باشم. <تصفح> یا حتی بدش توهم اینو داشته باشم که تو تولیدش صحیح من یعنی خب، چی الان عرض می‌کنم ببین شما یه سریال نگام یه فیلم سینمایی نگام می‌کردید بله. خب بعد سهم شما تو این چی بود توی حد زدنی که چه اتفاقی می‌خواد بیفته اون خب، تحریک اسه کنجکاوی شما بعد آخرش هم چیزی که شما می‌خواستید نمی‌شد اعصابتون هم خرد می‌کرد میکر. <تصفح> گفتین آخه این اصلا اینجوری نمیشه این دروغه بغل لاستو هم کارگردانش گفته ببین نداره نویسندش خواسته اینجوری بشه زیاد خودتون ناراحت نکن بعد یا میرفتید سریال که نگاه میکردید مشارکت شما بیشتر میشد یک هفته حدس میزدید تا هفته دیگه میخواد چی بشه آره. بعد دیدید وقتی سریال کلا دم دست طرف باشه دیگه خودشو تقریبا میکشه یعنی می, می بینه حب... یعنی کل سریال نمی دستش نمیتونه کنه چرا چرا نگم انقدر چشاش سرخ میشه طرفو میبینی صبح میاد سر کار یه چه بلای سر من دیشب نشستم فکر می‌کنم درایت اون فیلم سازه بله که بله تو هر قسمت تشنه نگاه بله. بله این تحریک روانشناسان است دیگه خب عرض کردم بعضی دیگه بعد شیطنت میکنن اینو آیا ما سواد رسانه اینو داریم نه من الان میام جلوتر و قشنگ میرسم به بازی رایانی بعد یه جا هستش که شما خودت اون کاراکترو تکون میدی این خیلی دیگه فرق میکنه یعنی اصلا ابزار کنترل اون فرد دست شماست شما سمت راست میچرخون شمایی کماندوی شمایی خب اما شما یه وهمی از مشارکت تو بازی دارید چرا چون تا شما از این محفظه مثلا دربسته و سربسته از این اتاق بیرون نری به مرحله بعد نمیرسی نمیرسی درسته یا نه نمیرسی ماله. پس بازم شما هنوز تو جبر اون طراح هستی اما اون طراح خیلی زیبا میتونه خودشو رو چیکار کنه قایم کنه پشتی بعد به یه مرحله میرسه که بازی های استراتژیک میشن بازی که اساسا اصلا بازی رو من و شما میسازیم مثل یه سری بازی که الان آنلاین داره انجام میشه مثل کلش بله. مسئل خب مثل احسن م? خب بعد اینجا چی کار میکردیم؟ این من و شما و دیگری و دیگری و دیگری تو کل دنیا با هم دیگه جمع میشیم با همین بازی رو کلا میسازیم اساسا میدونید چرا فیسبوک اینقدر گرفت بین مردم شروعش این شکلی بود به خاطر اینکه تولید محتوا و مخاطب بود مونولوگ دیگه نبود من خودمشون تولید میکردم فضا رو فقط به ما دادن بله. احسن زمین رو داده بنا رو ما میسازیم بازی ما اما اگه خوشش نیاد یه بولدوزر میندازه صفاتو میبنده میبنده شما خ... تا حالا خودتون از بازی رایانه‌ای استفاده بله. کردین بله پس الف به هیچ عنوان به واسه کارهای تحقیقی بوده بله استفاده میکنه ولی با هم یه چیزی بین بهوجیمه یعنی اها. واقعا برای کار تحقیقی بوده اما یه جای خودم خوشم اومده بود دیگه بازی میکردم یعنی برای کار تحقیقی تو مرحله مثلا چهارمش انجام میدادی کافی بود اما من دوست داشتم تا تاش برم ببینم چی شده چطور شما شدیم شدین بله الان حتی میخواد مثلا اسم بازیارم ببرم اون موقع مثلا 5 <تصفح> 6 سال پیش بیشتر بازی میکردم اما واقعا اون خوش ساخت بودن و اون اثرات روانی که داره ببینید این همین حس کنجکاوی که شما دارید ببینید وقتی ما به یه پیروزی میرسیم خیلی حس خوشاینده بهمون شما به این دقت کردی وقتی مثلا ما تو مدرسه یا تو دانشگاه استاد حالا کمتر دانشگاه پیش میاد اما تو مدرسه معلم میطلبید مثلا از بچه ها که آقا برای فلانی دست بزنید تشویقش کنید چرا وقتی ما تشویق میکردن ما خندمون میگرفت خوشمون میومد دیگه چرا شما یه نفر میخوره زمین خندید؟ خوشم میاد. واقعا خوشم میاد. نه. خیلی آدم بدی هستی. <تصفح> 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 نه خب شاید مثلا اون صحنه خیلی خنده بوده. یه نفر آه. افتاده گردن شکسته دست و پاش خرد شده خنده داره. خب نه اون نمی نمیخندیم که مثلا یکی اینجا پاش مثلا... ما تو اولین اتف... تو اولین مسئله در مقابل بحث تصویری و اصلا... تصویری اینه که ما خودمون جای فرد میبینیم یعنی <تصفح> احساس میکنیم ما خوردیم زمین بعد یه لحظه بعد متوجه میشیم نه ما نخوردیم زمین خوشحال میشیم که ما در رفتیم جون سالم به در دلیل این خندیدن اینه این خوشحال شدن اینه و آدمایی که میتونن روی ناخودآگاهشون کار بکنن میبینید یه اتفاق میفته نمیخندن و میرفتن میرن سمت طرف حتی کمکش هم بکنن خب اینا یه سری مباحث رسان... روانشناسان است روانشناس. ما شرطی میشیم تو بازی را یعنی ببینید و دست خودمون نیست دیگه تقریبا اگر این اصول شرطی سازی خوب رعایت بشه از طرف سازنده ما تقریبا میتونم به تو میگم دیگه اراده نداریم. ای نداریم این من به شما لواشک نشون بدم چه بلایی سرتون میاد من آب از لکلوچم لبلوچه ای... لبلوچه <تصفح> <کی برتن؟ تصفح> لبلوچه <تصفح> <تصفح> خب خدمتون عرض بکنم که چرا شرطی شدید چون هر بار اینو خوردید بدن شما میفهمه که نیاز به ترشح بزاق بوده آره. که زودترین فراهم میکنه ما انسان ها که جای خود داریم خب برخی از حتی موجودات مخلوقات دیگر خدا هم هستن که همینطور هستن بله شما مثلا به یه جوجه داری غذا میدی یه مثلا دستتون به شکل خاصی براش دون پاشیدی جالب این دیگه این شکل دست رو یادش میمونه بعدا که دونم براش دون نمی اینجوری میکنه می میاسم سمت می شما می یا مثلا یه سری حیوانات که بیشتر مردم مثلا درگیری دارن مثل مثلا مثل سگ ها. خب آره. با یه صدای خاص با یه سوت خاص می میاد اون به اون, ش... اون ق... خب اما با اون صدا شرطی شده شرط هر من قضا صدا. بوده اونم بوده قضا اون صدا معنی شنی قضا برای اون احسن چون خوشایند قضا تو قضاها مخصوصا قندها خیلی سریع الهزمن اثر روانش اثر شرطی سازی بالایی داره مثل حسابی که به سر بچه ها و شکلات میاد وقتی یه ظرف شکلات میگه سمتشون پنجه میندازن حالا یه نکته ظریفی رو میخوام عرض بکنم خیلی به درد بینندگان عزیز میخوره ما شش نوع شرطی سازی داریم توی شرطی سازی نوع هم یه بلایی سر طرف میاد خب که واقعا دیگه خداگاهش کار نمیکنه ببینید یه سری کبوترها هستن تو امداد و نجات ازشون استفاده میشه اینها رو شرطی سازی میکنن چیکار میکنن میگن هر موقع شما رنگ نارنجی دیدید باید یه نوک بزنی به این دکمه قرمز یه دونه گندم هدیه بگیری اون دکمه قرمز دکمه برقی که آره. توی, آجی... توی کابین خلبان یه آجیری رو میزنه مثل خب... کبوترایی که واسه تشخیص سرطان جدیدن تربیت کرد. خیلی آه. کارا میکنن آه. 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 خب بعد این چرا؟ چون رنگ جلیقه نجات نارنجیه کبوت زاوی دیوی از زاویه دیدش 270 درجه است. میزن زیر هلیکوپتر امداد و نجات. این وقتی رنگ نارنجی می‌بینه، این دو بالا قزاست. بهش یاد دادن مونتا اول بعد نوکو بزنم به دکمه قرمز. بعد تا... آره، بیا. تربیت شده. مثل کلاغایی که گردو که بر برمی‌دارن میان روی چراغ راهنمایی می‌شینن. وقتی چراغ قرمز میشه میان گردوشون رو می‌ذارن، از رنگ چراغ می‌فهمن. وقتی سبز میشه ماشینا میان میشکنن گردو رو براشون وقت دوباره چرا قرمز میشه میگن گردوشون شکستاشون میخورن خب فیلمش هم هست توی فاز اینترنت پره از این موارد فراوانه خب اما اومدن دانشمندای این حوزه روانشناسی یه کار شیطنت میز انجام دادن سر این حیوان بدبخت سر این کبوتر اومدن قانونی که این میتونست به مطلوبیت یعنی به اون دونه برسه رو رو انسان ها پیاده کردن زدن به هم نه ببین چی شد یعنی این نمیدونست چند بار بعد نوک بزنه به این دکمه قرمز تا هدیه بگیره ببین یه بار نوک میزد یکی رو گندم می‌ریختن ده بار نوک میزد هیچ چی نمیریختن سه بار نوک میزد دو تا دونه میریختن این وقتی نتونست قانون رو بفهمه میره چه ولی سرش میاد تا آخر عمرش به اون دکمه قرمز نوک میزنه یعنی بی نهایت بار میل داره به انجام اون یه مثالی برای شما میزنم چرا قمار این بلا سر طرف میره چون قانون بردن جایزه رو کشف میکنه طرف رو شانس سه بار میبره دوبار میبازه یه بار, بار میبره آره. بعد افرادی بودن که مثلا زندگیشون رو, رو قمار میذارن سر خونه زندگیشون شرط منن یعنی بی نهایت بار میل دارن کار انجام بدن تو این بازی ها این استفاده میشه مثلا تو م... یه مثال شما این بازی رانینگ هست که می دو طرف با بله. دست این طرف اون طرف اون. بله. این بازی ته نداره اصلا بازی انتها نداره اه. اصلا فقط بودی شما هی hey, الماس جمع می‌کنی، سکه جمع می‌کنی، یه لباس جدید میخری کاراکتر رو عوض می‌کنی، خب هیچ قانونی رو نمیتونی کسب و به خاطر این بارها میل داریم سابوی و اینا که موبایل میل بازی رو انجام بدیم خب بارها میل بعد اینا میاد توی چی طراحی میشه توی بازی های جهانی که سود سرشار رو میجوزه تو جیب طرف همون شرکت سازندش شما نمیدونی حالا چهار تا قبیله با هم دیگه یکی بشن فردا به حمله بکنن تو با یه نفر حمله بکنی اصلا واقعا اعصاب آدم میریزه به هم یه خانم به ما تماس گرفته بود که گفت من زندگی دارم اصلا بعد گفتم برای چی گفت بخاطر بازی کلش گفتم چطور گفت همسرم ساعت 2 نصف شب گوشیشو میذاره سه نصف شب از خوابی بیدار میشه میگم چی شده مثلا فکر میکنم زلزله اومده یه خبری شده دهکدهشو زدن آه. وار دارم وار دارم جنگ دارم این یه وقت دهکدهمو بهم حمله نکنه من دو شب خوابم این نامردو بیان حمله بکنم برم بعد وقتی ما با این آقا صحبت کردیم مم. ایشون نزدیک 7 8 میلیون تومن پول کارمندی که برای در واقع خانواده‌اش بعد پس انداز بکنه رفتو جم, خریده بود گفتم جماتو جم الماس الماساتو به تو نشون میده و این توه گفتم تو هیچ چی نیست این قطرش یک سانته کلا سرت رفته ولی تو پول واقعی پول دادی پول واقعی دادی از پول واقعی مهمتر عمر واقعی تو گذاشتی از عمر واقعی تا تو این زن و بچه تن که دست تو آسیان این خانمتی که فکر طلاق به ذهنش افتاده یعنی یه آدم آنورمال شدی این نمیتونه جلو خودش بگیره من باش صحبت میکنم گفتم پاک کن گفتم نمیتونم پاک کنم دوباره میرم سراغش چه بلای سر این اومده این شرطی شده یک جوری بیمار شده شاید من نمیدونم من فقیه نیستم شاید اینکه قمار حرام تو اسلام یکی از دلایل علمیش این باشه که همین اصلا همین بلا رو سر یعنی عقلانیت از من شما میگیره آیا ما وقتی داریم بازی رو انجام با میدیم مشکل مایی مایی رو افی اصلا من به منم بازی کنم اما الان بازی نمی کنم. یه بار یه بازی رانینگ و از این بچه های دفتر آه. ما مؤسسه ما اومده بود ریخته بود روی گوشی ما گفت بازی جدید اومده من یه خورده بازی میکنم یه روز رفتم تو این پراپرتیس بازی مختصراتش ببینم چجوری دیدم اینم 13 ساعت چقدر وقت منو گرفته بود چقدر پندقه پندقه <متحد> بعد من گفتم دیگه بازی نمیکن <سیز احسن> بعد میخواستم آنیستالش کنم بعد گفتم نه خیر تو هستی و بازی نمیکنم نه اینکه نباشه نتونم بوده و واقعا دیگه بازی نکردم این سوال رو <متحد> پاسخ بدین شما حالا نگران شما در مورد رایانه ای ناشی از چیه پشت پرده ای این بازی ها رو میدونید شما من به همه چیز یعنی شما با دید شک نگاه میکنم که خیلی ها این نظر رو در <متحد> مورد <متحد> شما دارم <متحد> و در مورد <متحد> دیدگاهاتون و جیم چرا فکر میکنید من نگرانم واقعا من قبل از اینکه اصلا صحبت شروع بشه <applause> من فکر کنم جیم رو برای شما جواب دادم که اصلا چرا فکر میکنید نگران من اعتقادم بر اینه خب هر م... در واقع مقوله هر مطلبی میتونه استفاده صحیح داشته باشه و حتی و نصحیح خب ام. یه چاقو دست, دست, همسر من و شماست قضا بر ما درست میکنه و از مادر من و شماست دست یه جراح نجات میده دست یه جانی و دیوانه است باید فرار بکنیم ایراد ام. از چاقو نیست الزامن از, از استفادهش بله شما اگه کل عمرتونم بذارید فقط نماز بخونید صحیح نیست امام رضا علیه السلام میفرماند که آقا اوقات زندگیتون رو تقسیم بکنید امام کاظم میفرماند تقسیم کنید یه مدت بزاره برای تفریح یه مدت بزاره برای عبادت یه مدت بزاره کار یه مدت استراحت اینا تو روایت ما هم بزد. بله بزداری. باید همه چی باید اصول باشه یه نفری که الان 14 15 ساعت پای موبایل و اینترنت این اصلا خب این واقعیت ها رو فراموش کرده یه بچه که داره توی بازی کامپیوتری دوه خب مهم. از وجوب خوب میپره تو بازی ها خوب یاد گرفته سری این دکمه رو بزنه بارها خورده زمین اما این توالت عادی واقعا از یه نیمچه جوب هم نمیتونه, نمیتونه بپره. بپره خب این اصلا مغزی شاید یه رشد بکنه در مورد اما این بازی چون حتی اگه دقیق سیمیلیت شده باشه یعنی سیمیلاتور باشه خب مثل بازی تکثیر اندازی که شما انجام هلی. میدید آیا این اینجوری این بازی تکتیر اندازی انجام میده یعنی از اسنایپر بهش بدن یه, یه اولین لگدو که تفنگ بهش بزنه دیگه کلا بی خیال تیراندازی میشه خب باید درست بهشتید من برعکس اعتقادم بر اینه که هر تهدیدی رو میشه به فرصت تبدیل کرد خب ما توی مؤسسه هم یه حوزه بازی رایانی کار میکنیم و تو بازی هم میسازیم. میسازیم بله بازی هم میسازیم خب <applause> یه بازی هم ساختیم بازی برای مدافعان حرم بودی یه بازی تکتیر انداز بود خب و حتی اخیرا به این فکر افتادیم که این بازیمون من انقدر نسخه دوش پیشرفته و بروز باشه و قوانین درسته در واقع تکتیر توش رعایت شده باشه و با یه سری جک و این مسائل بشه حتی اینو یه سیمیلاتور تکتیر ازش ساخت یعنی مم. واقعا اصلای طرف دستش بگیری یه اینکی رو بزنه موی تو شلیک که میکنین برای لگد بزنه صدا بازی خب بازی قطعا دوست دارین که انقدر بازیتون جذاب باشه که مردم خیلی بازی بکنن دیگه نه خب یه, یه نکته هم هست یعنی شما اون شیطونی دنبال... دوما... ای بازی خارجی رو به خرج ندادید دنبال چون دنبال آره میخوام میگم واقعا دنبال چون دنبال پول نیستن برای این کار ببین اون نمیگم اون الزاما دنبال ضربه زدن به مردمه اون دنبال پوله پول. اون میخواد شما معتاد بشی اون دنبال این شما معتاد بشی اعتیاد پیدا بکنی دنبالش بدوی مثل خیلی چیزای دیگه خب شما مثلا دیدید که یه شرکت یه ماشین ساخته خیلی خوب بوده بعد تولید ماشین رو متوقف کرده بعد میگه خب چرا این کارو کرد میگه خب معلومه این ماشین انقدر خوب بود دیگه ماشین رو بعدش رو شما نمیخریدید نمیخرید خب اون دنبال این که مثل گوشی تلفن همراه احسن باشه نمونه نمون... فراوان تو بازار اقتصاد میشه زد اصلا فضای اقتصادی اینه اما واقعا یک سری مسئله هستش که پشت پردین ها شیطنت هم وجود داره توهین به مقدسات تو خیلی از این بازی ها هست واقعا فضای خوشونتا میز یه بازی بود اسم من هانت خب من این بازی رو تا اواخرش بازی کردم خودم شاید هشت سال پیش هفت سال پیش با... تازه اومده با یک دوستا بازی رو انجام میدادیم بعد ایشون توی یخچال کار میکرد بعد میگفتش که این بازی خیلی بازی توی انگلستان این بازی ممنوع شده بود که که به خاطر اینکه یه نفری که به قتل رسونده بود به خاطر انجام این بازی بعد تو ایران در دست همه بود <تصال> <تصال> <میدخن> می میخریدن بچه ها انجام میدن بازی بعد محضرتون عرض میکنم که ایشون میگفتش که وقتی این کار من به من گفتش که گوشتی رو بده من پیج گوشی که تو دستم گرفتم و سر اینو دیدم یه لحظه مثلا حس بازی منحات به گفتش که خو خو. از پشت با پیج گوشی بزن تو گردنش چون تو بازی واقعا همینجا آدم کشی یاد میداد خب این چه بازیه؟ من چه سودی داره این بازی؟ خب؟ نباید آفرین گفت به سازندش که اینقدر تونسته خوب طراحی بکنه این اینکه بگیم یه قمارباز هم بهش آفرین بگیم و کسی که مثلا حالت خب قمار رو طراحی می‌کنه برای بارکلاوی بار ببین ما بابت کلاه برداری و شیطنت که نمی‌تونیم آفرین بگیم اه. خب برای این یه سر اصول روانشناسی رو میدونه داره سوء استفاده می‌کنه بعضی از اینا واقعاً شیطنت پشتشه یعنی واقعا این طرف بازی رو انجام میده اصلا حس غضب وجودش رو میگیره دوست داره اصلا یه فیلم جنگی طرف نگاه میمد بیرون به در دیوار مشت میزد مش خب یعنی واقعا یه سری اثرات روانی بسیار سوء داره که شما از هر روانشناسی به پرسی تایید خواهد کرد و حالا این بحثی که میگن خیلی از بازی‌ها را خیلی از بازی‌ها سیاسی با اصلا اهداف دیگه ای ساخته شده اینا رو چرا شما قبول دارید ببینید من قبول دارم صراحتا هم. هم عرض میکنم. به خاطر اینکه دیدم هم بگم ببینید وقتی میشه پس یه این تو کنترل کرد <applause> تا حدی که طرف بگه دوست دارم بازی رو انجام بدم ندم نمیتونم خب حالا وقتی طرف میتونه پول در بیاره از این چرا بر... چرا بردخ... برخورد دیگه باش نکنه چرا برداشت دیگه نکنه ببین توی دشمنی بین دو تا کشور ما دنبال اینیم که بین دو تا گروه بین دو تا طرف مقابل زودتر نابود شه خب <applause> یه بخشش اینه که مثلا مواد مخدر استفاده کنه یه بخشش اینه که ما فناوری نظامی داشته باشیم یه بخشش اینه که واقعا اینا نحوه اندیشیدنشون عوض بشه خب <applause> چه دلیلی داره مثلا توی برخی از این بازی ها اون چه میدونم اون کاراکتر بد قول مرحله آخرش که دیگه مثلا شما میخواید اون رد بکنید توی بازی که اصلا غیر عربی و غیر اسلامی است اسم زهرا داشته باشه هستن چیزی اسم راضیه داشته باشه برای چین اسم گذاشته میشه روی همچین خب چرا توی بازی مشخصه چرا, توی... توی... بل... چرا یه بازی مثلا ساخته بشه که توی این بازی تا طرف یا مهدی خیلی قدیمیه خب شاید تو بازی رنج میکرو و اینجور چیزا بود خب یه بازی که مثلا تا طرف یا مهدی نمیگفت شما نباید به شلیک میکردی اگه دیرتر شلیک میکرد اون تو رو میزد اگه زودتر هم شلیک میکردی میسوختی تا میگفت یا مهدی باید میزدیش چرا توی بازی وقتی طرف وارد مسجد میشه کسیفترین ترین و آلوده ترین فضای بازی زمانی که وارد مسجد میشه و صدای اذان رو داره میشنوه خب اون یعنی دیگه داره حجمه میکنه دیگه به... به من خیلی واضحه تعارف که نداریم خب بعد منم به صهیونیست حجم وارد میکنم مثلا منم بازی بسازم بازی تکتیر اندازم کجا میسازم خب هر کسی هر کشوری هر سازندی احسن. فرهنگ خودشو پیاده میکنه احسن. توی بازی دیگه احسن. درسته احسن. اصلا دشمن میدونی یعنی چی دوش در زبان فارسی یعنی زد دوش نام زد نام دشوار زد هموار بله دشمن یعنی که زد منه دشمن خب بعد آیا دشمن ما و دشمن مثلا اسرائیل یکیه نه او زد منه من زد اوام من برای او دشمنم برای من دشمنه خب منم معلومه اگه بخوام یه بازی بسازم مثلا ارس کردم تکتیر اندازی بخوام بذارم من من میذارم آره تو غزه دارم اسرائیل رو میکشم <تصفيق> خب <تصفيق> یه چیز واضحه اما خب من حرفم اینه وقتی این فضا وجود داره شمشیر دست منم هست دست اونم هست ما کنارش سپرم استفاده میکنیم میگیم یاد بگیر میخوای شمشیر بزنی بزن اما یاد بگیر که اون هم شمشیر میزنه, میزنه. سپر داشته بشه. امروز متاسفانه از این هست ما تو کشورمون مشکلات داریم یعنی سواد رسانه مردم پایینه با یک کلیپ من دیدم فراتر از بازی با یک کلیپ دیدم کلی ت... نتیجه میگیرن با یک عکس من خودم بارها شده فقط کار ما تو سایت خودمون شده تکذیب داده آقا به خدا این حرف من نزدم این بخشی از صحبت های من تقطیع شده خب خیلی ب... من همین امروز مثلا تکذیب باز دوباره دادیم در حال خودتون بعد در مورد ایام محسنی به من گفتم مثلا اصلا اساسا بنده در مورد ایام محسنی اصلا صحبت نکردم چرا این کار میکنه؟ اون مال خاص خودشه چرا مردم رو باور میکنن؟ شما برید سوریه رو نگاه بکنید مینید با چهار تا شبکه ماهواری و چند صفحه توی فیسبوک و توییتر واقعا یک کشور ریختن به هم بله. اکس که مثلا مال قذره بود میابردن توی شام نشون میدادن من بزنید اصلا تصاویرش میاد خب چرا مردم باور میکنن؟ بچه تزمین وجود داره؟ در مورد ما که این کار نکنن ببینید یه مثال من برای شما میزنم یه هم. اسمس بین ما پخش شد بعد از حمله داعش به کرکوک داعش به 17 کیلومتر مرز ایران رسید. آره. اساسا نیروی نظامی ما اعلام کردن وارد 50 کیلومتر نزدیکتر بشه ما اقدام خواهیم کرد. کما که همین الان ما هم حضور مستشاری تو داخل <تصفح> کشورها داریم سوریه مخصوصا بله. نباید اونجا رو گرفت. اینا واضح میلی. امنیتمونه دلست. با هیچ کس هم تعارف نداریم حالا تصویری هم منتشر شده متاسفانه یعنی اتفاق افتاده متاسفانه که از دیدار اردوغان و آقای جهانگیری اول که توی تصویر بال اصلا کلا توی این مراسم زارن پرچم ایران اصلا نبوده و توی تصویر دوم هم یه جوری نشسته آقای اردوغان مقابل بقیه یکی از سیاست نداری کشورمون که شاید حالا خوبه واحد تشریفات وزارت امور خارجه دقیقا یه تذکری یه آموزشی به در اردوغان میده ای... بله سندلی که حتی مثلا استفاده شده سندلی که مال سندلی مترجمه مثلا بینا. بینا ایشون آیه بله با... آی جهانگیری, آی جهانگیری نیست ایشون ایرانه بله ایران در مقابل ترکیه نشسته ایران الان نشسته بله همین حواسمون باشه اه. خیلی توی روابط دیپلماتیک نحوه دست دادن و نمیدونم نشستن و برخواستن اینا واقعا به قول بادی بله بله بسیار مهمه درسته و اینم یه کاریکاتوریه که از طرف ترکیه منتشر شده که من اصلا شرمم میاد بخوام این تصویر رو در موردش توضیح بدم به هر حال نمیدونم حالا دارین هم میبینینش ولی از کشور ترکیه این تصویر رسیده و خب خیلی هم حالا ناراحت شدن به خاطر همین زیر پستایی که این تصویر بوده چیزایی هم نوشتن که حقشون هم هستش خب به احرار... خودشون هم خیلی میخوان که مثلا خودشون رو نزدیک بکنن به آذری زبان‌های ما به ترک‌های کشور ما که اصلا واقعا در اون سطح نیستن و آذری زبونای ما ایرانی هستن آه. و حالا من خواستم اینو بگم ببخشید تو این صحبت شما باز دوباره ما میگیم که نمیدونم شعبار ترک خوبه باز دوباره میگیم نمیدونم پیرن ترک خوبه و ببینیم که داریم به کیا پول میدیم و اونا نگاهشون نسبت به ما چیه این تصویری که شما دارید میبینید یکی از بحثایی که خیلی مطرح میکنن الان خیلی خوب این بیان بشه یکی از بحثایی که خیلی مطرح میکنن پیرامون خدمت شما عرض که بحث آذری های ما ترک های ما و مثلا ترک های ترکیه و اینها مم. اینه که مثلا این بحث کشتاری که از آذری ها صورت گرفته بوده کشتار خوجالی و غیره خب من حالا با این بمرا کنم اما من میخوام اینو عرض بکنم بیشترین کشتار از مردم شریف آذری ما و از ترک های ما توسط عثمانی ها صورت گرفت در حمله به چالدوران. دوران مطلقا بابت این صحبت صورت نمیگیره نمی در زمان صفوی یکی از بدترین کشتارها رو انجام دادن توپ داشتن و ما نمیدونم تفنگ احمد موسی میگفتن چی میگفتن تفنگ های عادی سرپوری داشتیم مهم. که اصلا آره نمیشد توی اولین حمله که کردن به چالدوران 27 هزار نفر رو قتل عام کردن یعنی آم فقط دست و پای تیکه پاره افتاده رو کنار هم فکر کنم عدد همین نزدیک هم 27 هزار تا بود چرا اینها گفته نمیشه بعد مد نظر هموطنان عزیز ما قرار راست میگین شما خب ما دو سه دقیقه وقت اون تا پایان بحث با شما فرقوسی می که راهکار شما بپرسیم چون شما گفتیم بد نیست بازی کردن بد نیست برای مقاصد پلید هست اما خودمون باید حواسمون باشه برد. حالا چیکار بکنیم من اعتقاد دارم که شوره شوره شو در نمیاد شوره در نمیاد ما از اص... ما ما کلا نمیدونم چه شوره همه چی در میاریم من نمیدونم چطور مصرف همه چی ما ایرانیات تو دنیا جز اولیناییم مصرف گاز نمک نوشابه شکر نمیدونم. آره خب آره واقعا اینجا بیمه. من یادم اون زمانی که یاهو میسنجر و این جور چیزا بود ایرانی ها میرفتن تو روم هندی ها و جالب هندی ها با یه میلیارد جمعیت اونجا شما فقط ایرانی میدیدید ما هفتاد میلیون یک میلیون یعنی این نفر ساعت حضورمون خیلی پررنگه خب این واقعا چه دردی از من شما دعوا میکنه مهم. این بازی رو انجام بدی به کجا میرسی مهم. چی بهت میدن چی گیرت میاد درآمد مالی داری واقعا اصلا با اینقدر وقت بذاری بابت اینقدر درآمد مالی میصرفه اصلا درآمد مالیش کجا شما فقط پول خرج بکنی خب مهم. اصلا طراحی شده که از تو پول بگیره نه که پول بده اینا و یه طلایی از ما میگیره به وقت وقت ما از ما میگیره زمان از ما میگیره این اصلا خیلی بده ما بیام روی همین به این فکر بکنیم همین که عرض کردم ما وقت اون فقط بذار یه نفر فقط 24 ساعت تو عمر اصلا نخوابه فقط کتاب بخونه اشتباه اشتباه آقا بازی هم مثلا اونم نوع بازی باید مشخص باشه چه بازی چه هدفی رو از این بازی من بازی هست مثلا من, من دیدم مثلا بازی هست مثلا بازی فکریه خب این تقویت میکنه حافظه رو خب خوبه اما باز اینم نه مثلا دیگه 4 5 ساعت تو روز وقت تو بذاری که مثلا دیگه خیلی تقویت بشه دیگه نخواستم انقدر <تصفح> بسیار علی آیا رفیق پور عزیز خیلی ممنونم ازت سلامت باشید خوش <تصفح> و حال یه جنبندی داشتیم با صحبت‌های شما توی این هفته با موضوع بازی رایانی شده که من دیگه فهم... درسی که از شما گرفتیم امشب این بود که حد تعادل دیگه حد تعادل به همه جوانه به زندگی برسیم بازی رایانه‌ای هم باشه ولی خب دیگه من آره واقعا یه نکته شما عرض بکنم این که بعضی موقع هم هستش که ما اون اثر که بر رو بدن ما روی زندگی ما داره نمیتونیم تشخیص بدیم ببین یه موقع هست یه نفر چوب دستش میگیریم میگیم اومد یه موقع هست یه سمیه سم توی آب به خورد ما دارن میدن نمیدون. متوجه نمیشیم خب پس شرط عقل اینه یک جایی که شک داریم مرددیم اصلا ورود پیدا نکنیم خب پیدا. آره واقعا من نمیدونم چقدر به وقت میدید 30 ثانیه 40 ثانیه خب آج. آره هم 30 ثانیه خب واقعا امروز بچه‌هامونو بریم سمت ورزش‌های حوازی مثل بدوان برن تو پارک بودن آره. بزن واقعا اون پریدنه با عضلات بدنش جور بشه چابک بشه چرا اینو ازش گرفتیم هی تو هش... گرفتیم بله. از بچه‌ها نه همسایا شاکی میشن فلان بیرون هم نمیبری بودویش میاد پای و اینا میشینه بعد شش ماه بعدش میگی که یه سال بعد دو سال بعد سه سال بعد ده سال بعد پرخاشگر شده خب معلوم پرخاشگر میشه یه چیز ایراد از خود ماست خیلی جا شده که درست بشه ممنونم بشه. آقای رای پور عزیزم دوستان من آگهی های بازرگانی رو ببینیم برگردیم بریم سراغ پیامکاتون اخبار و سه تا مهمون آ... تیجان انگیز هم باز داریم توی برنامه‌مون که خواهش می‌کنم بابا باشید. متشکرم آقای